دستم به دامنت، کمک کن، دارم ورشکست میشم اسکندر، به خاطر همه خدمتایی که به داروغه خونه کردم کمکم کن. چیه؟ نکنه میخوای پولایی رو که به ما دادی پس بگیری؟ ها؟ نه اسکندر، من ازت پول نمیخوام. پس چی کار داری؟ ببین اسکندر، من دیگه از پس خرج و مخارج دخترم فرخ لقا بر نمیام، برای همین میخوام یه مدت بفرستمش هرات پیش دایاش زندگی کنه. خب بفرست، چه ربطی به من داره؟ راه های اون حوالی خیلی ناامنه، از شما میخوام که چند تا از گزمه ها رو همراه من و دخترم روانه کنی. آها، پس میخوای محافظ شخصی داشته باشی. میدونی این کار چقدر برات آب میخوره؟ تازه هزینه خورد و خوراک گزمه ها و علوفه اسباشونم پای خودته. من این همه پول بی حسابو به تو گزمه ها دادم، یه خوردشو بابت این کار حساب کن. خوب گوشاتو باز کن، ما با هم هیچ حسابی نداریم، هیچ پولی هم از تو پیش من نیست، شیر فهم شد؟ خواجه رو از اینجا ببرین، یلا ببینم. من درخواست زیادی از تو ندارم، فقط چند تا از شاگرداتو بفرست تا توی این سفر مواظب من و دخترم باشن. آمین. چرا نمیری پیش اونایی که بهشون حق حساب میدی؟ یاور آروم باش. مگه دروغ میگم پهلوون؟ این آدم یه روز در میون داروغه خونه است، همه سر و سر رو حساب کتابش با حکومتی هست، حالا چطور شده که از ما میخواد کمکش کنی؟ به هر حال خواجه به زورخونه پناه آورده و از ما کمک خواسته، جوان مردی حکم میکنه که درخواستش رو بی جواب نذاریم. اما دیگه اما و اگر نداره، حرف پهلوانو گوش کن. لطفا بگید خورد و خوراک توی راه هم با خودشون بیارن، علوفه اسبارم فراموش نکنن. بابا تو دیگه کی هستی؟ اشکالی نداره، اما پهلوان یاور، تو چرا انقدر روی حرف بزرگترت حرف میزنی ها؟ اگه من جای پوریا بودم یه فاز کتک حسابی بهت میزدم تا اخلاق جوانمردی یادت بمونه. ای خدا، ببینین کی داره از اخلاق جوانمردی حرف میزنه. بچه ها بلند شین بریم برای سفر مهیا شین. چشم پهلوان. حاضرم صد گونی زغال و یه نفره از بازار ببرم آهنگری، اما یه ساعت با این خواجه ارغون همسفر نشم. خواجه ارغون خودش با اون اخلاق ناجورش فکر کنی دخترش چجوریه. شرط میبندم یه دختر مقرور و از خود راضی و پر افاده است، بدتر از باباش. اخمتو باز کن، اینقدر قور نزن، یه خود خوش اخلاق باش، یه وقت دیدی خواجه حاضر شد تو رو به غلامی قبول کنه. بیمزه. شما کجاییم بابا؟ تو عمرم یه دفعه به پوریا رو انداختم، دارین کاری میکنیم پشیمون بشم. میتونم روی شما حساب کنم یا نه؟ خیالت راحت باشه، نگران نباش خواجه. ببینید بچه ها، من به خاطر گرفتاری های مالی همه نوکرا و خدمتکارامو مرخص کردم. اینا رو قبلنم گفته بودی، آماده شیم بریم. بیای جلو. من به دخترم گفتم که شما نوکرای جدیدمون هستین. چی؟ ما قرار شما رو تا هرات محافظت کنیم، همین. قرار نیست خدمتکار تو دخترت بشیم. راست میگه. اگه این کارو نکنید منم از شما به پوریا شکایت میکنم. برو بابا، هر کاری میخوای بکنی بکن. من آبروتونو پیش پوریا میبرم، کاری میکنم از زورخونه بیرونتون کنه. آروم باش خواجه. باشه قبوله. راضی شدی؟ چی رو قبوله؟ معلومه چی داری میگی؟ این خواجه همینطوریش هم داره رو مخ من کله ملق میزنه، چه برسه به این که ما رو نوکر خودش بدونه. حالا نمیخواد انقدر شلوغش کنی، ما قراره وانمود کنیم خدمتکارای خواجه و دخترش هستیم، مگه نه خواجه؟ آره همینطوره. خیلی خب، پس زودتر راه بیافتیم بریم. یه چیز دیگه هم هست. دیگه چیه؟ خدمتکارای جدید و دخترم باید ببینه و بپسنده، عادتشه. اوف، این دیگه آخرشه. یعنی ما باید دست به سینه وایسیم ببینیم دختر خانم خواجه ارغون ما رو به نوکری قبول میکنه یا نه. شما رو نمیدونم، اما من یکی بمیرم هم زیر بار این خفت نمیرم. فرخ لقا جون، نازگل بابا، اینا نوکرای جدیدن، ببین میپسندیشون. بابایی این پرده رو بزن کنار. باشه دخترم. Mm-hmm.
کیت اجازه داد بخندی؟ نخند، گفتم نخند. حقته. حالا شما دوتا بهش بخندین. یالا دیگه، گفتم بهش بخندین. بسه دیگه، نخندین، نخندین، نخندین. این چرا اینجوریه؟ دختر خواجه ارغون دیگه. بابایی، من اینا رو به نوکری قبول میکنم. نوکر را یکی یکی خودتونو به فرخ لقا معرفی کنید. سرور من، جان نثار صفی در خدمت هستم. سرور من، جان نثار مفرد در خدمت شما هستم. منم یاورم. سرور من، جان نثار یاور در خدمت شما هستم. چه اسمای زشتی، چقدر سختن. خودم براتون اسم انتخاب میکنم. اسم تو رو میذارم نازک نارنجی. اسم تو یکی هم میذارم کله کدو. اسم تو رو میذارم ابرو کلوف. خب حالا باید یکی از شما رو حلقه به گوش کنم. چی کار کنی؟ فرخ لقا همیشه یکی از نوکرای منو به عنوان خدمتکار شخصیش برمیداره. اون حلقه رو هم توی گوشش میکنه که معلوم بشه. میدونم که همه تون دوست دارین خدمتکاری شخصی من بشین. برای همین دستور میدم با هم مسابقه بدین و همدیگه رو کتک بزنین. کتک مفصل و هر کی برنده شد این حلقه رو تو گوشش میکنم. سرور من، به من افتخار بدین و منو حلقه به گوش خودتون کنین. باشه، قبول میکنم. خم شو تا این حلقه رو تو گوشت کنم. اگه بدون اجازه من حلقه رو از خودت جدا کنی سنگ میشی. بله سرورم. خیلی خوب بابایی، من اومدم. کجا میخواییم بریم؟ دخترم، میخواییم بریم شهر هرات پیش دایید. من تو هرات جایی دارم؟ آره دخترم. آخ جون، پس زودتر را بیفتیم بریم جانم جان. ناراحت نیستی این حلقه تو گوشته؟ نه، چرا ناراحت بشم؟ من که یه لحظه هم نمیتونم این مسخره بازی ها رو تحمل کنم. بابا اینا همش نمایشه، چرا اینقدر همه چی رو جدی میگیری؟ وقتی خورده فرمایش های سرورت فرخ لقا خانم شروع شد، اون وقت معنی نمایش رو میفهمی. صبر من خیلی زیاده. این دختر کوچولو نمیتونه منو کلافه کنه. کله کدو، اینقدر با ابی کلوف حرف نزن، بیا اینجا کارت دارم. بله سرور من، کاری داشتی؟ میخوام رو کمر تو سواشم. آدم برای سواری دادن اصلا خوب نیست. بیا جلو وگرنه حلقه رو از گوشت در میارم تا سنگ بشی. باشه سرور من، بیا این سوارشی. صفی رو ببین. حالا بتاز از همه جلو بزنی. نمیشه از تاختن صرف نظر کنین؟ گفتم بتاز، یال دیگه. ای ای برو برو باری کلا. حالا برگرد ما هم تو صفی ما. برو از دقیقه ما برو باری کلا. حالا برگرد. حلقه به گوش سواری داری چند؟ برو از دقیقه ما برو. چرا وایسادی بودو؟ بهت میگم بودو. نفسم برید آخه. نکنه یادت رفته تو خدمتکار حلقه به گوش منی. من حلقه به گوشم قاطر که نیستم آخه. نگران نباش، همش نمایشه. بهت میگم بودو، یالا برو از قبی من. این همون تنگه است که بهش میگن گوش پرون. باید زودتر از اینجا رد شیم و بریم بیرون. حوصله‌ام سر رفت. میخوای یه خورده پیاده راه بری تا پاهات نرم بشه؟ نخه نمیخوام. میخوای ترک بابات سوار بشی؟ حوصله‌تم سر نمیره ها. نه نمیخوام، میخوام با عروسکم بازی کنم. خب این که خیلی خوبه، با عروسکت بازی کن. یه خورده هم کمتر حرف بزن. عروسکم اینجا نیست، اونجا توی اون باروبونه هاست، برام بیارش. نمیشه، الان خیلی معطلی داره. خب داشته باشه، یالا عروسک منو برام بیار. بذار از این تنگه رد بشیم بریم بیرون، بعدش عروسک تو برات میارم. نه
خیرم، من عروسکم رو همین الان میخوام. عروسک رو بذار برای بد بچه. نه نه نه، یالا عروسکم رو برام بیار، یالا عروسکم رو برام بیار. باشه بابا خفم کردی، الان عروسک تو برات میارم. چی شده صفی؟ اصلا وقت نداریم. معلوم هست داری چی کار میکنی؟ نباید زیاد توی این تنگه بمونیم، اینجا اصلا امن نیست. خیلی خب بابا، یه دقیقه صبر کنین، انقدر قور نزنین، الان کارم تمام میشه. ای بابا زودتر تمامش کن دیگه. آها اینه، بیا بگیرش. آخ جون عروسکم. واسه یه عروسک ما رو این همه معطل کردی؟ آخرش یه کاری دستمون میدی. اگه عروسک رو براش نمی آوردم دیوونم میکرد. خیلی خب دیگه تمام شد، بریم. بیا عروسک رو بسه سر جاش. مگه نگفتی حوصلت سر رفته؟ خب باهاش بازی کن دیگه. بازی کردم، حوصله من اومد سر جاش. آخ کلافه شدم. ها حمله کنیم. برم کن. ببینین دوستای بی همه چی. آخ جون بزنین نشون. الان یه ضرب میگیرم تا پالت جا بیارم. هورا هورا بی زمینشون. یه ذره تخمه بده ببینم. بم 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 بم. وای آی آی اینه هورا. تخمه ها رو نریز، حواسم هست. هورا هورا بی زمینشون. لطا پارشون کنید. میخوای چیکار کنی دست خالی؟ گوله هیکلتو نخور تو حریف ما نمیشی. بگیرین که اومد. اگه جرأت دارین وایسین تا سبتون رو برسم. این دفعه این طرف ها پیداتون بشه پوستتون رو میکنم. شما هنوز خواجه ارغون رو نشناختی. بارو بونه کجاست؟ نامردا اسب و بابارش با هم بردن. تموم اندوخته آزوغمون اون تو بود. نباید تو این دره معطل میشدیم، اشتباه کردیم. عروسکم تو اون بارو بونه ها بود. شما چه نوکرایی هستین؟ دست و پا چلوفتی ها. کله کدو این دوتا رو تنبیه کن. تو حق نداری با دوستای من اینطوری صحبت کنی. دوست دارم اینجوری حرف بزنم. دوزا عروسکم رو بردن، همش هم تقصیر شما هاست. همش تقصیر خودته. این تویی که با بهانه گیری ها و نقنق کردنات ما را توی درد سر انداختی. تو باید تنبیه بشی نه اونا. تو حلقه به گوش منی، سنگت میکنم. من حلقه به گوش تو نیستم، دوستام هم نوکر تو و بابات نیستن. اگه به خاطر پهلوان نبود من و دوستام یه لحظه دیگه هم اینجا نمیموندیم. تو فکر کردی کی هستی ها؟ بذار خودم بهت بگم، تو یه دختر لوس بی ادب نقنقوی پر روی. همین. نه بابا. مثل این که زیاده روی کردن ها؟ نه بابا حقش بود، بالاخره یکی باید اینا رو بهش میگو. نه نباید تو میرفتم، حق با شما بود. من اونقدرم که ادعا میکنم صبور نیستم. نمیخواد خودتو اینقدر سرزنش کنی، مطمئن باش صبرت از ما دوتا خیلی بیشتره. اگه من بودم خیلی وقت پیش از کوره در رفته بودم. چرا نمیای کنار آتیش بشینی؟ سردت میشه ها؟ ببین من حلقه رو پیدا کردم، میخوای اونو بهت بدم؟ بیا بگیرش. میخوای دوباره آویزنش کنی به گوشم؟ من حرفی ندارم، بیا خودت بزن به گوشم. اصلا میخوای یادگاری پیشم بمونه؟ من اینو تا آخر عمر پیش خودم نگه میدارم، هیچ وقتم از خودم دورش نمی کنم. هیچکی منو دوست نداره. خدمتکارا همیشه تظاهر میکنن که منو دوست دارن، اما میدونن که الکی میگن. حتی بچهای همسایه هم منو دوست ندارن، چون بابا پول داره. تقصیر منه که بابا پول داره. نه بعضی وقت تو میگم کاش بابای من اینقدر پول نداشت.
پهلوان پوریای ولی میگه مهم نیست که آدم فقیر باشه یا پولدار، مهم اینه که قلبش تمیز و باصفا باشه. اگه آدم بتونه کینه و خودخواهی و کلن اخلاقای بد رو از خودش دور کنه، قلبش نورانی و درخشان میشه، درخشانتر از طلا. اون وقت آدم خیلی قدر و قیمت پیدا میکنه، حتی اگه ظاهرا فقیر و بیچیز باشه. راستی داشت یادم میرفت، مفرد یه خورده خورما تو جیبش داشت، سهم هر کس 2 تا دونه خورما شده. بیا بگیر، امشب باید با همین 2 تا دونه خورما سر کنیم. اون یه دونه برای تو. من سهم خودم خوردم، اینا مال توه. آخه هیکل تو خیلی گنده است، من کوچولوام. اگه به هیکل باشه که سهم تو یه حس خورما هم نمیشه بچه جون. بگی بخور، صداش هم در نیا. حالا آشتی هستی میگه. چه دم و دستگاهی، اینجا مثل یه قلعه نظامیه تا یه خونه. شما هم میتونید از همینجا برگردید. فرخ لقا، خداحافظی کن تا بری. خداحافظ سمو صفی، خداحافظ سمو یوبر، خداحافظ سمو مفرد. من شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. دیدی اسمای ما خیلی هم سخت نیست؟ من تا حالا دوست واقعی نداشتم. شما از الان دوستای منین مگه نه؟ آره، پس چی؟ خداحافظ. خدا نگهدار. به سلامت فرخ لقا خانم. خدا نگهدارت. مواظب خودت باش. دروازه رو باز کنید، خدمتکار تازه یوغار خان اومده. بچه ها من درست شنیدم؟ گفت خدمتکار تازه؟ آره، گفت خدمتکار تازه یوغار خان. آی خواجه ارقم، باسته ببینم. خواجه راستشو بگو ببینم اینجا چه خبره. من چاره دیگه ای نداشتم. درست حرف بزن ببینم چی شده. یوغار دیگه کیه؟ یوغار یه آدم کله گنده است که مسابقه ترتیب میده، شرط بندی میکنه، قمار میکنه، اما اصلش اینه که اون یه نزول خور ظالم و بیرحمه. من سال گذشته مقدار زیادی پول از یوغار قرض گرفتم که بزنم تو یک تجارت بزرگ، اما همه مال و تجاره من توی آتیش سوزی بازار بزرگ شام سوخت و از بین رفت. اگه یوغار رسیدای منو به اجرا بذاره، همه اعتبارم از دست میدم. فرخ لقا رو واسه چی آوردی اینجا؟ یوغار پیغام داد اگه دخترمو برای خدمتکاری به خونش ببرم، حاضر از شکایتش صرف نظر کنه. اون وقت تو هم قبول کردی؟ خیلی ناجوان مردی خواجه ارغون. خیلی. چاره دیگه ای نداشتم. کار عقلانه ای کردی که اومدی. میدونی اگه من این رسیده رو به اجرا میذاشتم چه بلایی سرت میومد؟ چه دختر خوشگل مشگلی. بیا جلو بگو اسمت چیه. به تو مربوط نیست. چه بد اخلاق. های اصغر، بیا این دختر آتیش پاره رو ببر پیش سر خدمتکار تا با وظایفش آشنا بشه. جاش میوقع خان. پسه تو بکش کنار، خودم میام. یوغار خان، 3 نفر اومدن میگن خدمتگزارای خواجه ارغون و دخترش هستن، میخوان بیان خدمت. خواجه تو که گفتی همه ی خدمتکارا رو مرخص کردی. اینا را مرخص کرده بودم، نمیدونم برای چی برگشتن. عجب خدمتکارای با وفایی، خوشم اومد. بگو بیان تو. چشم قربان. خواجه شما رو از خدمت مرخص کرده، دیگه چی میخوان؟ فرخ لقا رو آزاد کنین، عوضش هر کاری که بگین من براتون انجام میدم. تو میتونی پولی رو که به خواجه وام دادم برگردونی؟ بریم بیرون و وقت منو نگیری. شنیدم تو اهل مسابقه ای. من حاضرم تو هر مسابقه ای که بگی شرکت کنم. اگه برنده شدم فرخ لقا رو آزاد کن. و اگه بازنده شدی؟ اون وقت من تا آخر عمر به خدمت شما در میام. نه، تو نباید
باید این کارو بکنی. عمو صفی تو رو خدا این کارو نکن. نه من قبول نمی کنم. اگه صفی بازنده شد منم به خدمت شما در میام. منم حاضرم به خدمت شما در میام. پیشنهادی دادین که من نمیتونم به سادگی ازش بگذرم. خیلی خوب قبول میکنم. چرا این کارو میکنین؟ چرا خودتونه به خاطر من به درد سر میندازین؟ مثل اینکه یادت رفته ما با هم دوستیم، مگه نه؟ همه گوش کنید، مسابقه ای که امروز میخوام برگزار کنم مسابقه پاره کردن زنجیر آهنیه. این مسابقه بین صفی و الماس برگزار میشه. زنجیره رو بیارین. هر کدوم یکی از این زنجیره رو بردارین و دور بازوهاتون ببندین. الماس شروع کن. آفرین الماس، خیلی خوب صفی، حالا نوبت توه. باریکالله عموی صفی. آفرین صفی. آفرین آفرین، عالی بود. بد نبود. زنجیرهای محکم تر رو بیارین. الماس شروع کن. حالا خوب صفی، حالا نوبت توه. آفرین عمو صفی، عالی بود، عالی بود، عالی بود، عالی بود. اما خیلی امیدوار نباش، به نفع تو که همینجا از ادامه مسابقه انصراف بدی و بری. منم از تو رفقات میگذرم. خب چی میگی؟ من میخوام به مسابقه ادامه بدم. هر جور میلته. زنجیرهای مرحله بعد رو بیاری. پاره کردن این زنجیرها غیر ممکنه. برداری. الماس. استخونه بازوش بعد جوری شکسته. هرچی زودتر این بی وجود عجلوی چشم دور کنید تا بعد به حسابش برسم. حالا نوبت تو. میخوام ببینم با این زنجی چی کار میکنی.
عموی صفی بازوش بد جوری شکسته، باید درد زیادی کشیده باشه. صفی بیدار شو. صفی زنجیرها رو پاره کردی، بیدار شو. صفی تو رو خدا چشاتو وا کن. صفی مگه تو نگفتی ما با هم دوستیم؟ چشاتو باز کن امو صفی. خدا رو شد باری کلا صفی گل کشتی. آفرین پسر، آفرین. حالی بود صفی. ایوه اصلا فکر نمی کردم از پس اون زنجیر بزرگ بر بیای. فکر کردین علکیه؟ عمو صفی من میتونه 10 تا از این زنجیرها رو یه جا خورد کنه. واشین اونجا رو. ای بابا اینا که همش آتش کنه. گفتم آقای محافظا چی تو این کیسه ها هست؟ ای دوزای بی همه چیز مفرد. من آمادم. صبر کنه. یا علی بچه ها، این همون گردن کلفته هست. فرار کنی. فرار کنی. اگه جرات دارید وایسید تا به حسابتون برسم. به من میگن خواجه ارغون، نه برگ چغانده. چی کار میکنی بابا؟ این دفعه رو ببخشیشون. باشه.